سلام و درود خدمت همراهان کانال نیو ایر 44. در این وایس به موضوع بیرون ریزی میپردازیم که چرا این اتفاق میفته و راه حل چه چیزیه. بیرون ریزی ته خودشناسی و خودسازی طبیعیه و وقتی که قصد میکنید پاکسازی رو انجام بدید، کائنات هر گونه آلودگی و انسدادی رو به شما نشان میده که میتونه توسط خانواده، اجتماع و یا یک سری بیرون ریزی های ساختار سلولی باشه. برون ریزی یا بیرون ریزی در کلمه به معنی خارج شدن هر آن چیزیه که غیر ضروریه. خارج شدن زباله های فکری و ذهنی، سموم و عفونت های جسمی، خارج شدن احساسات و عواطف مدفون شده و سرکوب شده. و نکته مهم این هستش که بیرون ریزی به هیچ عنوان آسیب نیست. بیرون ریزی خود به خود صورت نمیگیره، بلکه توسط انجام تمارین فیزیکی یا متافیزیکی یا وارد شدن به مسیر خودشناسی رخ میده. و چون کالبدها با ورود نیروی حیات دوباره احیا و هوشیار میشن، میان اقدام به خروج سموم و موارد اضافی میکنن. و این موارد هم در آرامش کامل رخ نمیده، بلکه نسبت به حجم و کهنگی سموم جسمی و ذهنی درجه شدت و طول بیرونریزی ها متغیره. که فرد بعد از انجام یک سری تمارین ممکنه دچار آبریزش، عطسه، سرفه، کوفتگی، خارش، کهیر و یا حتی احساس شدید گریه یا خنده بشه. و شما مثلا ممکنه یه عمر غذایی رو مصرف کردید که مناسب ساختار سلولیتون نبوده و وقتی که میانی موارد رو قطع میکنید اون نیاز به انرژی داره و میاد سراغ بدنتون تا انرژی رو به دست بیاره. پس اینجا طبیعیه که شما دچار یک سری بیرونریزی هایی میشید. یا اگه در روابطتون مثل یه آدم نیازمند سالها زندگی کردید و الان اومدید که سبک شیوه زندگیتون رو عوض بکنید و تصمیم میگیرید که در مسیر عشق باشید، اون کسانی که هم نام انرژی شما نیستن از پیش شما میرن. چون شما دارید دیگه در مسیر عشق حرکت میکنید و نه اینکه اون اشخاص هم بدن، ولی شما فرکانس و مسیرتون تغییر کرده و انتخاب شما هم چیز دیگه ایه. و ممکنه شما در این مسیر هم حتی آزرده بشید، ولی این برون ریزیه و باید تحمل کنید. و این رو هم بدونید که یه روزی چه در این زندگی یا زندگی و مسیرهای بعدی باید این درس رو یاد بگیرید و از اون رد بشید. چرا که بعضی ها میگن ما از این زندگی خسته شدیم و میخواییم از این دنیا بریم. و سوال من اینه که عزیز من کجا میخوایی بری؟ و این مسیری هستش که خودت انتخاب کردی، حتی با رفتارها و کارهای خودت. و وقتی که درسات رو پاس نکردی هر جا هم بری، این درسات و انرژی ها با توه. و اگر هم یاد نگیری جهان هستی بارها و بارها به شدت بیشتری برات تکرار میکنه تا بیدار بشی. پس وقتی اقدام به ترمیم چیزی میکنید بیرون ریزی دارید و باید تحمل بکنید تا به اون مقصد مورد نظرتون برسید. و در واقع شما اینجا میان وارد یک سری سناریوهایی میشید که تجربه هایی رو به دست بیارید. مثل اینکه در موقعیتی قرار میگیرید که ترس و استرس برای شما ایجاد بشه. و این عامل ترس و استرس هم با مراقبه برطرف نمیشه. شما باید متوجه بشید که این ترس و استرس برای چه چیزی اومده. برای از بین بردن ترس باید در دل ترس برید و باهاش روبرو بشید. یا ممکنه هنگام غروب یک سری احساسات بالا بیاد یا حس دلشوره به شما دست بده که همه اینها درسایی هستش که باید پاس بشه تا اون استرس و ترس و احساسات ناخوشایند از شما بیرون بره. و یا از طرفی هم ممکنه با افرادی درگیر بشید که به شما بیان این ترس و استرس رو وارد بکنن، که در واقع این امتحان شما هستش که طبق حکمت الهی و برنامه ریزی روح خودتون برنامه ریزی شده و این افراد وارد زندگی شما میشن که باعث قوی تر شدن و تجربه بیشتر شما بشن. و وقتی هم که ایمان داشته باشید که خداوند هر لحظه حافظ شماه و بدون اذن خداوند هیچ برگی به زمین نمیفته، شما کم کم قوی میشید و این ترس و دلهره از شما دور میشه.
پس غم این نیستش که ما فکر کنیم چرا به فلانی نرسیدیم یا چرا اینطوری شد. غم واقعی یعنی که چرا شما نباید مثل افرادی باشید که به راحتی خلق میکنن و به راحتی حتی میتونن به هر کهکشانی سفر بکنن. چرا به اون سطح از آگاهی نرسیدیم که بدون رنج و مشکلات زندگی کنیم؟ چرا که ما در جسم و ذهنمون اسیریم و ما باید اینها رو بررسی کنیم؟ پس تمام این احساسات سطح پایین خودتون رو جشن بگیرید و شوق‌گذار باشید و از تجربه کردن اون هم فرار نکنید. چرا که سکوی پرتابیه برای اینکه شما بتونید از جایی که قبلا بودید بالاتر برید. و بالاخره این دوره موقت و زودگذرم تمام میشه و شما اون هدیه‌های با ارزشتون رو دریافت میکنید. و کم کم هم شدتش کم میشه تا جایی که حال خوب ثابتی رو تجربه میکنید. که لازمه اون هم پذیرش و در آغوش گرفتن خودتون با تمام این احساساته. و سعی کنید که صبور باشید و بهترین زمان هم برای گوش دادن به زبان جسم هنگام بیرون ریزی های ماه که شما نباید از این دردها فرار کنید و تنها زمانی زخمای کهنه درمان میشن که بدن پیام درد رو دریافت بکنه و این گونه هستش که خودش برای درمان اون اقدام میکنه. از مصرف هر گونه مسکنم برای ساکت کردن درد خودداری کنید، چرا که مسکن فقط ظاهر بیماری رو خفه میکنه و ریشه اون هنوز اونجاست. این تجارب میگذره، پس نذارید که احساسات موقت و زودگذر و سطح پایینی که هر از گاهی خودشون رو به شما نشون میدن شما رو ناامید کنن. این بیرون ریزی ها لازمه درمان و بالانس هستش. گاهی اوقات هم ممکنه شما دل سرد بشید که مثلا با وجود اینکه تلاش های بسیاری رو دارید انجام میدید، ولی چرا هنوز هر از گاهی باز این احساسات بالا میان و در شما ایجاد میشن؟ چرا که درمان شدن خطی نیست؟ یعنی شما نمیتونید در یک بازه یک ماهه یه اتفاقی رو در تمام لایه هاتون درمان کنید که ممکنه 50% الان بیاد روی سطح، 30% 2 ماه دیگه و 10% هم 3 ماه دیگه. پس شما دوست دارید در مسیر عشق پیش برید یا میخواید در همین حالاتی که دارید باشید؟ اگه فکر میکنید که نیازی هستش که تغییری در شما ایجاد بشه، وقتی در مسیر عشق و تکامل پیش میرید، بیرون ریزی هم جزو این مسیره و لازمه پاک شدن هم اینه که ابتدا یک سری بیرون ریزی هایی رو تجربه بکنید. پس شما از اینها نترسید. در عشق و نور باشید.